شد؟ برو دیگه. خب فکر کردم طوری شده. چیزی نشده، درد دارم، برو. وای خدایا. همه چی مرتبه، آزمایش ها رو چک کردم. خیالتون راحت باشه. پس خانم دکتر هیچ مشکلی نیست؟ ما بریم تا 4-5 روز دیگه؟ فقط یه مشکل تو چرخش برچسب یا مورد خاصی نیستش که حل شده. باش بهت مزاحمت نمیشیم، ممنون. بریم؟ بریم دیگه، مشکلی نیست. باش دهتون. دکتر گفت که چیزی نیست. نه من که ترسیدم. چی آخه؟ اصلا بشی. آروم آروم. خیلی خوب. وای خدا. ایشالا حاضر شد یه کپی هم به شما میدم. باشه. بس. آقا سلام، حال شما خوب؟ یه لحظه بشه قانون شما. خواهش میکنم، خواهش میکنم، خواهش میکنم. به محض یک کارم تماشا میام اونجا. من به شما قول میدم که سر موقع خودم رو برسونم. میگم رستوران سمت راست خیابون بود نه؟ آره عزیزم، اگر نتونم بیام میگم امیرحسین بیاد. نه لازم نیست، من اونجا خوب بلدم، همه چیز حل میشه. میگم برام دعا کن. یا هیچ نگرانی نیست ها. خیلی خوب مادرم، تو فرشته منی عزیز دلم. قربونت برم، خداحافظ. فدات شم، خدا نگهدارت. خداحافظ، میام، خداحافظ. نه من خودم باهاتون تماس میگیرم، ایشون واقعا تو اون ساعت وقت ندارم. خب خودشون اجازه بدم، من نمیتونم. گوشی یه لحظه. سلام عزیزم. سلام، خسته نباشی. من باید تست بازیگری مزاحم شد. خواهش میکنم، اجازه بدیم این فرمو پر کن عزیزم، من میبرم تو یه دو دقیقه. خیلی ممنون. خواهش. بله من باید باشون خودم صحبت کنم. ببخشید تلفنش هم جواب نمیده. من معذرت میخوام معطل شدین شما. نه بابا مشکلی نیست. شما شک نکنید امشب مصاحبه و عکستون رو حتما دارید. آ عمر سلام. چطور؟ سلام خانم. سلام. دو ساعت دارم زنگ میزنم. وای ببخشید ببینم سر تو جیبم نشیدم. خیلی عذر میخوام میکردم. نه خواهش میکنم. من دیگه اینجا کار دارم الان میام. ببخشید بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید خانم. لطفا خودتون رو معرفی کنید. من آیدا الوند هستم، متولد اردیبهشت 1362. سال 62. بهترین ماه برای مرد. اردیبهشت تو لواسون و تا سال 85 تو لواسون زندگی می‌کردم. قدم 1.70، وزنم 55. وقتی هم که به تهران نقل مکان کردم برای یه گروه کوچیک دانشجویی شروع به خوندن کردم. یه استودیو کوچیک برای خودم دست و پا کردم و کارهای شخصی رو انجام دادم، مثل ساختن شعر و ملودی و تنظیم. So do you speak English? Yes, I do. I'm actually fluent in English. So how come you know English? Well, I also work as a journalist, so I need to know English. I'm obviously looking for an actress who's fluent in English. But I also need that specific Persian accent, which is of course important for the context of my movies. So you don't have to try to sound like a native. This is good, this is very good. Thank you.
تو این چند سال اخیر شما موفقیت‌های خیلی خوبی داشتین. بین همسن و سالاتون طرفدار زیادی رو پیدا کردین. رمز موفقیتتون چیه؟ چی باعث شده که شما انقدر متفاوت به نظر برسید؟ ببینین راستش نمیتونم بگم رمز و راز خاصی تو کارمه. من اینجوری میگم شاید من توی خانواده هنرمند به دنیا اومدم، یه جور غریزیه. من پدرم عکاس بودن. خب شاید تو خونم بوده. البته برای مزاح گفتم. اتفاقا من برای پدرم خدا بیامرز آخرین هفته یک مراسمی برای بزرگداشتشون تو فرنگسر رو برگزار کردیم که بتونیم تمام حاصل تلاش این سالهاشون که عکاسی کردن رو برای اون به نمایش بذاریم. چه خوب، اگه دوست داشته باشین من میتونم با یکی از دوستای عکاسم که برای مجله کار میکنه بیایم و یه گزارش از نمایشگاه به همراه عکس داشته باشیم. نظرتون چیه؟ خیلیم عالی، چه پیشنهاد خوبی. پس اگر اجازه بدیم یه لحظه امیر حسین صدا کنم چند تا از این ترکیبا نمایشگاه به شما بده. باشد. امیر حسین باشه باشه پسرم، 50 بار گفتی. سلام. سلام آقای افشار. سلام خانم افشار. ببخشید من دیر کردم، من درگیر کار بودم. آرش بابا تعریف کنم امروز سر کار چی شد؟ خوش اومدی دخترم. خیلی ممنونم. تا کی ایرانی؟ ما 2 روز دیگه هستیم. کار که منتظر نمیمونه. بله کار منتظر نمیمونه. حرف کار شد یادم افتاد آیدا. راستی با کار بازیگری چیکار کردی؟ گذاشتی کنار دیگه. آخه میدونی آیدا جان، تو خانواده ما رسم نیست که دختر کار کنه. خدمت شما مادر عزیزم. اونم تو حرفه هنر. فکر نکنی ما رو شما فکر نیستیم. ما زندگی خانوادگی جور در نمیاد. نمیتونی به زندگیت برسی. اینا مال قبل ازدواج. خب مادر جان می‌خوایم سفارش بدیم ماهیش، میگن خیلی خوبه. الانم وقتی حرفا نیست. البته تصمیم درستی گرفتی. پدر جون خیلی بهتون تبریک میگم به خاطر فروشگاه جدیدتون. ماشاءالله این بمب سر زد. جدا. ببخشید. کدوم تصمیم؟ بازیگری، عکاسی، کلاً هنر. دوست عزیزم مردیم عزیزم. که میخوای بذاریشون کنار؟ پدر جان مثل اون دفعه نشه. من اومدم یک دوست بیارم شما منو راه نمایی. هستم. نظر شما چیه آیدا جان؟ صادقانه بگم، من قرار نیست کارمو بذارم کنار. اتفاقاً امروز تست بازیگری دادم و اینکه شانسم توش خیلی زیاده. ببخشید من اینو جواب بدم. ببخشید عذر میخوام. میبینی چجوری حرص من رو در میاره؟ برگشته میگه که فکر نکنی ما آدمای روشن فکری نیستیم. نه ما آدمای روشن فکری هستیم. اینجور کارا واسه زندگی زناشویی و زندگی مشترک سمه. خیلی ممنونم که میخوای به خاطر رسیدگی به شوهرت این کارتو کنار بذاری. فکر من کارم رو بذارم. الهام هم زنگ زنه. میگم یک گلی چیزی نفرستیم برای عذرخواهی؟ کاریه که شده. من نمیفهمم که تو واسه چی دروغ گفتی؟ واسه چی گفتی که آیدا دست از کارش میکشه؟ خب چی کار میکردن؟ 2 ماه دارن سرم غر میزنن. تو نمیدونی مدت چه فشاری رو من آوردن که؟ ببین آرش، این شغل و حرفه منه. من نمیفهمم چطور موقعی که اومده بودین خواستگاری کسی با این مسئله مشکلی نداشت. بپاین رو. فقط یه چیزی بدون آرش، من تحت هیچ شرایطی این کارو کنار نمیذارم. تحت هیچ شرایطی. خب میدونم دیگه، تا دیدی من توی تئاتر جایگاه خوب پیدا کردم، الان میخوام وارد کار تاثیر بشم. میخوام جلوی منو بگیری، فقط میخوام جلوی منو بگیری. جلوی تو بگیرم؟ تو که میدونستی کارو زندگی من میبره، تو که میدونستی باید با من اونور زندگی کنی. نمیدونستی چرا تو فرصت پیشرفت داری من ندارم؟ خودخواهی. من خودخواهم. نه من خود. تو نبودی گفتی که من تو ایران میتونم کار کنم؟ چرا گفتم؟ من نگفتم همش اینجا زندگی. تو 2 ماه داری مراسم عقد میندازی. خب ولش کن دیگه. مگه میشه ولش کنم؟ مگه الکیه؟ من عکاس مجله ام، تمرین تئاتر دارم، اجرا دارم. آخه چه حرفی داری میزنی؟ تو میخوای جلوی موفقیت های منو بگیری؟ 2 ماه نشستی پای تلفن که بهت زنگ بزنم بره هنروری. حتی بس فردا میخوام بگی من مانع موفقیتم در استخار شد. بابا Thank you.
نوار قلبت وضعیت خوبی رو نشون نمیده. قلب خودت رو اشخاص چیم نمیده. من مطمئنم تیم پزشکی هم همین نظر داره. تیمتون اشخاص. من دارم الان برات می نویسم که فردا بیای بستری شی. آقا با شما. جانم حواست کجاست؟ دارم به امیرحسین یه پرمک میدم. دو تا کوچه پایین تر وایس سواشیم بریم. خب بگو بیاد بالا. من که الان مریض ندارم. اصلا نفهمه من جا بودم. ما هیچ. به یه شرط. فردا 10 صبح اینجایی. مراقب خودت باش. کجا پیچیدی رفتی بدون ماشین؟ اصلا من کمی قدم بزنم. سرما فردا برنامه کارمون چیه؟ فردا قرار عکاسی با جیلانی داری واسه کار خودت. چرا؟ چیو چرا؟ عکاسی رو جلد مجله دیگه با مطالب داخلش. این جای تفریحی هم که میخوایم بریم میخوان عکاسی کنن دیگه. چه شدیو؟ هیچی، یکم سرم گیج رفت. تو برو. تو برو پایی من پارک میکنم میام خونه پیش تو. امشب کار ندارم. حسین برو هیچی میز. میام کار ندارم، تعارف ندارم باید که. برو خونت. خیلی خب اگه کار مارو داشتی بهم زنگ بزن. حالت بچه سریع بهم زنگ بزنی. خبر بده. یه سال گذشتی رفتی، هی میگی دو ما دیگه، سه ما دیگه، چهار ما دیگه میام. علی این چه وضعیه واسه من درست کردی؟ من دیگه خسته شدم. بابا ناسلامتی من و تو زن و شوهری ما. من تمام دلخوشیم شده تئاتر. به خدا اگه آیدا نبود، من تمام دق کرده بودم. آیدا اومد بهت زنگ بزنه. سلام. سلام. این شیل ها. چی؟ آه اون ترکت نمایشگاه محمدانیه واسه هفته دیگه. چطور؟ میپره میره بیرون؟ این عکس بچگیه منه. جدی میگی؟ بده من ببینم. آیدا خوبی؟ بیمارستان میشه دقیقه بیای پایین؟ چی؟ من دمه دارم. چی کار کردی؟ تو واقعا این موقع شب اومدی اینجا؟ خب خواهم با صحبت کنم دیگه. الان اومدی در خونه مردم. اگه تو نری من نمیرم. خیلی خوب. یه بوق حالا نه. یاد. خب جلوی بیمارستان میگن بوق زدن. من فردا دارم میرم دبی. دوست ندارم اینجوری از هم جدا شیم. خوش بگذره. خیلی خوب. متاسفم. ازت معذرت. حالا میشه با ما شدی کنی؟
جای من حرف زدی، نظر دادی، تصمیم گرفتی. تو فقط داری به کارت نگاه میکنی. بابا به منم نگاه کن، نگاه کن، بهم حق بده. مگه یک زمانی نمیگفتی من تو بزرگترین شانس زندگی همی ها؟ چی شد؟ شانس؟ تو شخصیت منو له کردی. آرش، من بهت گفته بودم، بهت گفته بودم که تنها چیزی که گم میزنه به یه رابطه دروغه. تو دروغ گفتی آرش. من دیگه نمیتونم، دیگه نمیتونم. بچه جون داری پوز میدی؟ برو تو محل خودتون. مگه اینجا رو خریدی؟ بزن جا چای وگرنه میام صورتتو میارم پایین. اگه میشه بیا دنبالم کوچولو. بچه ها بگیریمش. ماهان، این دو چرخه قرار بود هدیه تولدت باشه. پدرت نتونست طاقت بیاره. مامان میتونم بیشتر سواری کنم؟ باشه مامان، فقط این غذای پدرت هم ببر. داری برمیگردی یه بسته نمک بگیر. مواظب باشی ها. مگه بده بتونی طرف ها دیگه پیدا بشه؟ بزنم لیت کنم. چی؟ نفهمیدم؟ این چه کاری بود کردی؟ بچه ها بگیریده، فرار کن! آیدا، تعریف کن. چیو؟ آیدا، قضیه تو آرش چیه؟ ببین، انقدر عصبی و خسته هم. خب، اصلا تمرکز ندارم بخوام بعد از این خاله بازی رو در بیام چیز تعریف کنم. برو بگی بخواب. فردا ساعت 11 واسه عکاسی قرار گذاشتم و از خود ما آمدنی. جایی قرار نذاری آیدا. من میرم بخوابم. شب چندیه؟ ما یه تکی بگیرم ازش. اول دو تایی بگیریم. یه تکی. ببخشید آقای مدنی، میتونم یه سوال بپرسم؟ این تراکتی که پخش کردین یه عکس روشه، میخواستم ببینم که شما میدونین این عکس کیه؟ چطور؟ نمیدونم ولی یه جورایی خیلی شبیه بچگیه منه. البته من از بچگی هیچ عکسی ندارم، واسه همین واسم غریبه، ولی نمیدونم چه اینو میشناسم. خب این عکسایی که بابای ماها میگرفت دیگه. عمو سهرام اهل لواسونی؟ آره. چطور مگه؟ فرشا بچه‌های لواسون از جهاشین هم دیگه رو پیدا می‌کنیم. کجا لواسون؟ اصلک عکاسی باباتون اونجا بوده؟ نه، اینا ستیاز بودن. حالا اینا ستیاز بودن. کلاً پس خاله‌ام همه چیز بهتر از من بود. اتفاقا پدر بزرگ منم اونجا زندگی می‌کردم. سلام بابا. سلام دخترم. خوبی؟ تشکر. بمون.
عزیزم، عروسک من. بابا بعد کار میام دنبالتون که شب بریم خونه ما. باشه عزیزم، برو برو، کارت دیر نشه. باشه، فعلا. زنده باش. خودت. تموم شد؟ بله بله. عادت داری لفتش بدی دیگه. بله خوش شانسیه. من میگم که آیدا خانم اگه موافق باشین همین عکس تراکتو بگیریم بغل خودتون، یه عکس ازتون بگیریم تو نمایشگاه ازش استفاده کنیم، بگیم مثلا این کوچیکیاتون حالا بزرگشین از نمایشگاه دیدن میکنید. البته اگه شما موافق باشین، ماهانم موافق باشه، میتونیم رو جلد مجله کار کنیم. من میتونم هماهنگ کنم. نه بابا، این لباس سر و وضع زشت اصلا. خوبه، خیلی هم خوبه، طبیعیه. طبیعیه دیگه. عکس بدم. خوبه لباسا؟ بفرم. یه کم میاریم بالاتر، میخوام الوان این بغل صورتت رو. میدونم خیلی عجیبه که هیچ خاطری از این عکس ندارم. یه چیزی دیگه هم میتونم بهتون بگم که یادتون نمیاد. موقعی که داشتیم این عکس رو میگرفتید منم اونجا بودم. سلام عزیزم، قربونت برم. دیدی با خود چیکار کردی؟ من جواب با تو چجوری باید بدم؟ خود پوشکف شده قربونم. شبه هر سعی تر خوب میشن. خیلی ممنون، خدا به سخترم. بسرم خدا کنی. چطوری ماما؟ ممنون خانم، دردت که نمیمد؟ آفرین. چطوری مانجا، خوبی؟ خیلی ممنون آی دکتر. شما چند لحظه صبر کنم با شما صحبت کنم. ماما جان بیرون باش، بیرون باش حالا من. ضربان قلب پسر شما نامنظمه. یعنی چی؟ باید یه سری آزمایش از نظر متخصص قلب انجام بشه تو مطمئن شی. چه آزمایشی؟ آخه دکتر یعنی چی؟ دیدی چی شد؟ دیدی چی کار کردی؟ اگه تو بالا سر این بچه بودی اتفاق نمی‌افتاد. وظیفه تو شغلت اینه که مواظب این بچه باشی. تا مدرسه شروع میشه باید میشه بابام باشه. مگه سر کار میرم نمیتونم تا اینکه اصلا خونه نیستی. آقای مسئولیت پذیر، کی میخواد مراقب بچه باشه تو؟ پس کی؟ اصلا موهای پیره داره؟ ببین تموم شد. اصلا چونه نمیزنم باهات. دیگه این بچه خونه پدرت نمیره. آهنگر دوست داشتم استشو پارتیتورش رو حفظ کن. هی بهت زنگ میزنم. زنگ میزنم. آر بوده بفرما. خیلی مخلصی. احوال آقایون هنرمند. خیلی مخلصی. شکرینی مخلصی. چای یا قهوه؟ خودم میریزم. آب میخوری؟ نه قربونت. تو شو نیومدی امروز. ما حالا بینام تموم شد. باربود گرفته. امیر حسین شاجرم کجاست؟ من تو اتاقم. چکر آقا باربود گل. این قرار بود امروز بیاد بیمارستان بستری بشه، نیومد. این جدی نگرفته ها؟ بستری؟ دیشب اومد بیمارستان پیشم، ازم خواست چیزی به کسی نگم، حتی به تو. امیر حسین حالش خیلی بده. دیشب هم بهش گفتم باید بستری بشه. من که نمیتونم 24 ساعت همش حواسم بهش باشه. خودم هزار تا بدبختی دارم، همش بیمارستانم، سه روز آخر هفتم که شیفت لواسونم. تو رفیقشی، تو همش کنارشی،
تو همش باشی. امیر حسین یه کاریش بکن. خیالت راحت. دست و بالشو میبندم میندازمش صندوقا میارمش بیمارستان. شوخی نکن. بابا چیکارش کنم؟ تو این دیوونه رو میشناسی دیگه. کی میتونه جلوشو بگیره؟ اگه قرار بود کسی جلوشو بگیره اون من بودم که از بچگی شریک همه کاراش بودم که نتونستم. باباشم نتونست. با زور و جنگ و دوام نمیشه. امیر حسین فقط از خودت برمیاد. یه کاریش بکن. مامان جو قرص تو بخور. مامان من قرص میخورم. عزیزم بعد قرص تو بخوری. نمیخورم. همین یه دونه رو به خاطر نمیخورم. به تهران نقل مکان کردم برای یه گروه کوچیک دانشجویی شروع به خوندن کردم. یه استودیو کوچیک برام خودم دست و پا کردم و الی کمش کردم مثل ساختن شعر و ملودی تنظیم. یکی از دلایلی که من به سمت موسیقی کشیده شدم میتونم بگم اصلی تنظیم مخالفت پدرم، ولی تمام این چیزا برمیگرده به زمانی که من بچه بودم و با دوچرخم تصادف کردم. البته نه با ماشین، با همبازی دوران بچگی. همین باعث شد که من سمت موسیقی بیام. البته شاید بپرسید چطوری این چیه؟ یادم میاد که پدرم به من یک دوربین عکاسی کار داد. اینا میگه برش گردون. با دوستم بارباز رفتونو فروخت. برگرد ببینم این چی گفت. یه دقیقه نگهدار. این چی؟ برگردون این چی گفت؟ گفت تصادف با دوچرخه. تصادف با دوچرخه؟ من چرا دوچرخه؟ بچه ها خسته نباشید، اجرای خیلی خوبی بود. فردا صبح یادتون نره ساعت 9:30 صبح حرکت سمت لواسون، مخصوصا شما خانم الوند. خواب نمونی، میخواییم بریم شهر شما. خواب نمونی شهر شما. حالا خوبه 40 دقیقه بیشتر راه نیست. میگه شهرتون. الهام ساعت چند بریم دفتر آقای مدنی؟ 6. آقای مدنی، جیلانی هستم. بفهمید داخل، خواهش میکنم. ممنون. ببخشید خدمه دیگه ساعت 6 به بعد نیستم. منم نمیدونم واردم نه تو چای ریختن. خیلی ممنون. خدمت شما خانم جیلانی. ممنونم. میگم اون واقعا خودتی؟ ای پس بالاخره یادتون اومد دیگه. بیشتر از این یادم اومده. البته در موردش مطالعه کردم. یعنی چی؟ دفتر خاطرات بچگی. جالب. صفحه بعدش. اینو بخون. بالاخره با پسر دوچرخه سوار تصادف کردم. عین تو فیلم ها پریدم جلو دوچرخش. خیلی دردم گرفت ولی عیبی نداره. من تو تمام این سالها احساس گناه میکردم. یعنی تو عمدن پیده جوه دوچرخه من؟ اینجوری که اون تو نوشتم میگه. ببخشید آقای مدنی. بله. من میتونم از کامپیوترتون برای بله خواهش میکنم. مرسی.
نقاشیش هم کشیده. الیشا چایی هم ببر. یه سوالی برام پیش اومد. چرا هیچ عکس از دوران بچگی نداری؟ راستش عکسام گم شدن. ما یه اسباب کشی داشتیم، یه چند تا جعبه گم شد، بعد عکسای منم اون تو بود. خوش باله، فکر میکنم از بچگیت هزار تا عکس داری نه؟ الان چی کار میکنی؟ من از همون اول تئاتر کار میکردم، الانم تئاتر شهر اجرا دارم. کلا دنبال بازیگریم. رفتم دوره عکاسی دیدم، بعد دوره عکاسی رفتم تو مطبوعات، پیگیر شدم که خود با تایکوندو و کارگردان آشنا بشم. الانم توی یه گروه عالی تئاتر دارم کار میکنم. جدیدم یه تست بازیگری دادم واسه کار تصویر. تست بازیگری؟ خیلی دوست دارم این نقشه رو بگیرم، ولی یه خود دلهوره دارم. خیلی دارم میخواد نقش مال من بشه. مطمئنم این نقش برای توه. چه انرژی مثبته. خب یه حسی میگه میشه دیگه. این سی دی عکسایی که من از شما گرفتم یا شما از من گرفتی؟ جفتش. بچه ساعت دیگه نزدیکای هفته، اگه موافقید بریم به شامی هم بخورم بیرون. مهمون من الی؟ چرا که نه؟ بریم. اینجا پاتوق منه، دوست داشتنیه. به حال ببخشید اگه دیگه مجلل نیستش. نه خیلی عالیه، مخصوصا طراحیش که حرف نداره. نه؟ خب آیدا، کجا زندگی میکنی؟ تهران یا لواسون؟ الان که پیش الهامینام، البته مزاحمشونم. ای بابا این چه حرفیه؟ شوخی میکنم. خیلی سخته که بخوام هر روز از لواسون بیام تهران، بعد برم سر کار دفتر مجله و بعدم تمرین تئاتر و آخرش بخوام برگم لواسون دوباره فردا همینطور. فقط پنجشنبه جمعه میرم مامانو میبینم. شما چی کار میکنی؟ خوش باشی که میرسی به لواسون. ممنونم. خونه مادر بزرگه هزار تا قصه داره، خونه مادر بزرگه شادی و قصه داره. بس کن مامان جان، اینقدر بالا پایین نپر. خب مامان حوصله‌ام سر رفت. اگه قول بدی پسر خوبی باشی میگم غذای پدرتو ببری، به شرطی که آروم بری. یا باش. آفرین مامان، بیا بری. آها همون جوری بشین. خوبه خوبه. نه نه تکون نخور. خوبه الان ببین اینجا رو نگاه میکنی تو، بکن یه پرنده از اینجا میپره میره بیرون و تو میخندی. مامان ببخشید این چند لازم بیرون تشریف داشته باشید، من اینجا رو ترتمیز کنم. ببخشید. من واقعا ممنونم که این عکس واسه من چاپ کردی. این عکس واسه من خیلی عزیزه. راستی ما فردا شب توی لواسون اجرا داریم. چند شب اجرا داریم؟ ما کلن 3 اجرا تو لواسون داریم. 3 شب. ببخشید من الان میام. خواهش میکنم. از دفتر فیلمسازی بهت زنگ نزده؟ زنگ میزنه، بعد یکم صبر کنه. خب اگه میخواستن زنگ بزنن که تا حالا زنگ زده. میدونم بعد اصلا ناراحت میشه، ولی خب همیشه حق با ما. کاری نداری؟ میخوام قطع کنم. کلی شهر بازی چه دهن داری؟ کاری نداری آرش؟ من نفهم اصلا تا حالا کجایی؟ چرا با من اینجوری حرف میزنی؟ آرش من تو دیشب تموم کردیم. ما خدافظ. چیزی شده؟ ببخشید. بله امیر حسین کجایی؟ بارباده که بارباد داد نزن این موقع شکل سلام. سلام چطوری؟ قربونه کیتا الان اینجایی؟ چند دقیقه هست. خب زنگ میزدی؟ زنگ زدم تلفنتون نمیگرفت.
یه داداش اینم قرصات، فقط به موقع بخور. بچه خیلی ممنون، خیلی لطف کرد، مرسی. خیلی خوشحال شدم آیده خانم، شب خوبی داشته باشی. ممنونم. شب خوبی بود واقعا، خیلی خوشحال شدم. ببخشید من فکر کنم که سویچ ماشین رو میزتون جا گذاشتم. من میرم خدمتتون. میخوام من برم. امیر حسین، این قضیه قرص چیه؟ چی بگم والله باربود، من دکتر ماهانم. باربود تا ماهان نیومده میخوام تون تون بهتون بگم، ماهان به خاطر ناراحتی قلبی که از بچگی داره الان حالش خیلی بده، خودش هم در جریانه. ماهان از اینکه تحت درمان قرار بگیره فراریه، به کسی هم چیزی نمیگه. شما هم از من نشنده بگیرید، ازتون میخوام یه جوری باهاش صحبت کنین، یکم سر خودش رو خلوت کنه، یکم به فکر خودش باشه، اصلا بره پیش مادرش. اگه با مادرش حرف بزنه همه چی درست میشه. ما که کاری از دستمون برنمیاد، هر چی بهش گفتیم ممکنه حرفای تو روش تاثیر بذاره. بچه‌ها ماهان اومد. خوشحال شدم. من همینطور خیلی ممنون. آزاد ببینیمتون ان شاء الله. خدمت شما. خواهش می‌کنم. ماهان من خیلی خوشحال میشم که بیایید. اجرا دارم. ببخشید خیلی خوشحال میشم بیایید. خواهش می‌کنم. توی محله بچگیام. لباسون. شب خوبی بشه. همچنین شبتون بخیر. خدا آقا با هم بریم. قربونت عزیزم. آقا باربود عاشق سن. قربونت. خدا حافظ. بزرگ چرا قندو رو ریختی؟ بابا خوابیده؟ سلام آقا سهراب. سلام، احوال شما؟ چه خبره؟ خبری که تشییع جنازه است. تشییع جنازه کی؟ این پیر مرده خونهشون دو تا کوچه پایین تر بود. خب انگار بازیگرم بود. خدا رحمتش کنه. من چند روز پیش از نوش عکس گرفتم. ماهان، ماهان بابا ببخشید. ماهان، ماهان Thank you.
علیکم بخیر. او آقا ماهان اینجا خوابیدی؟ پاشو پاشو خواننده مطرح کشور. پاشو پسر خلاصت، خبرهای خوش دارم. آقا دیشب رفتم دفتر، دیدم عکس الوند رو میز کارته، ایمیل کردم واسه مجله. صبحی زنگ زدن گفتن موافقه شده رو جلد کار کنن. این تنها کاریه که یه پسر خاله میتونه انجام بده دیگه، نه؟ خوشحال نشدی؟ بابا این خیلی پرونده خوبیه واسه نمایشگاه. دوما سه تا از شرات از ارشاد مجوز گرفت. آقا عکس معروف نمایشگاهتون، عکس خانم الوند، تو ماشین جا مونده. خیلی داری به پسر خالت توهین میکنی ها. به آقا باربود. امیر حسین چطوری؟ چاکرم، تو چطوری؟ کجایی؟ شیفت لواسونم. بله لواسون هوا چطوره؟ ببین به ماهان بگو منم. بذار بدونه تو هم وضع الانشو میدونی. بهش فشار بیار، بگو باید بیاد بستریشه. خیلی خوب، الان نمیتونم صحبت کنم. هر چه زودتر. خدافز. خدافز. به خوشتیب کردین. کجا به سلامتی؟ کی بود؟ آقا ماهان تو باید بستری بشی. چیز خاصی نیستش. کلید نه، بگی بشین کارت. کلیدو بده امیر حسین. میگم بشین کارت. کارت دارم، بگی بشین. اون شب حالت بد میشه، میگم پیشت بمونم، ما رو میپیچونی. میخوان بستریت کنن، دکترت هم میپیچونی. با من پسر خالتم و از بچگیت مریضیتو میدونم. این مسخره بازی رو بذار کنار. نیاکو شماره مامانته، روزی 10 بار زنگ میزنه حال تو رو از من میپرسه. بابا خب نگرانت دیگه، بچه بازی در نیار. قضیه بیمارستان رفتن پیش باربا چی بود؟ گفتم که چیز خاصی نیست، رفتم بهش سر بزنم. نه بس سر بزنم، عزه بگیرم. ببین این پسر خاله بازی ها رو بذاریم کنار، ما رفیقت نیستیم، ما رو از خودت نمیدونی. آقا ماهان واسه هر کی آقای مدنی هستی، واسه ما ماهانی. آقا امیر حسین، یک شما رفیق و پسر خاله مایی، دو میخوام برم پیش مادرم لواسون. بابا ول کن دیگه، مسخره بازی در میاری. با تو که دشمن نیستیم، به فکر خودتیم، واسه خودت داریم میگیم. امیر حسین کلید ماشین بده. بله باید درکت کنیم، شما مطرحی دیگه آقای خواننده. نمیدانستم با دستهایم باید چه کنم. نمیتوانستم روی صحنه بایستم. چه داری میکنی؟ ها؟ داشتم تعمیر تئاتر میکردم. تئاتر؟ این چیه ها؟ این چیه؟ تئاتر؟ داره برای تئاتر تمرین میکنه خانم؟ میدونم. میدونی؟ مگه نمیخواد بری مدرسه؟ بابا درسه چی میشه؟ نمیخوام. نمیخوای بری مدرسه؟ چرا؟ اما ریاضی رو میخونم، میخوام بازیگری بخونم. خیلی بیخود میکنی تو. خب از مدرسه بی بیرون، مگه پول اضافه دارم که بدم بری مدرسه؟ داد نزن نریمان. داد نزنم؟ داد نزدم زندگیمون شده. داد میذارم که هم تو بفهمی، همون بفهمه. من چه بازیگری نمیخوام. خیرم، من میرم تست بازیگری هم مینم. این چه شده؟ ها؟ داره بزرگ میشه. میخواد تصمیم بگیره. بسته. ببین این نتیجه همین کارهای توه. وقتی بچه بود گفتن نمیخوام بره خونه پدرت، این به خاطر کارهای تو و پدرم. اگر دوستانی بخوام که غیر از این مصنوعی از مصنوعی دیگه استفاده بکنن، میتونن این وضع رو. سلام بابا. به آقا ماهان گل. خوبی؟ سلام پسرم. چه خبر؟ ممنون. چقدر خوب شد اومدی. چطور؟ یه هدیه خوب برات دارم. چی هست؟
چه شده ببند؟ بگو دیگه. میگم چه شده ببند؟ باش. این هم هدیه. حالا باز کن. خوش شده ماید؟ خوبه، دست دارم کن. تشکر. برو ببینم چیکار میکنی. چی کار میکنی ماما؟ یادداشت میکنم. حالت خوبه؟ بله خوبه. راستی زنده ای؟ از آرش چه خبر؟ آرش هم خوبه زنده ای، بعد نیست. رفت دبی واسه این فروشگاهشون که افتتاح کردن، دبی رفت دبی. خوبه بد نیست. من قبلن هم گفتم من این نوه خوشگل میخوام، ولی داداش ایشون فعلا قصد ندارن، دنبال بازیگری هم. اونا هم میگن امروز برو فردا بیا گاشتن سر کار. خوشم میدونه. میگم دایی جون این فردا شب رو فرموش نکنی، تئاتر زنده که حتما بیا اینا. ببین آیزان، اگه داروسازی خونده بودی الان تو داروخونه دایت کار میکردی، هیچ احتیاجی هم به تسمس نبود. توهمات مامان تمامی نداره دایی. دایی جونم همه شهر میان برای تو رو ببینن. زیاد غذا میخورید، چاق میشید. نریمانم اقا غذا نمیخورد. این موضوع نریمان فراموش نکرده، اصلا فراموش نمی کنم. زنده من با حواس خواهی میکنم، برم ببینم چشم. برست شو بز به حال خودش باشه. مامان بهم بگو اجاق خوراکپزی سرد. گاز مامان جان. گاز؟ چرا به ذهنم نرسید گاز؟ من که داشتم برای نمایشگاه پدرت میومدم تهران، چی شد تو اومدی؟ بایدم این کار عقب افتاده که این میگفتی و منم انجام نمیدادم و انجام بدم. نقاشی خونه، بعدم اگه چند تا پسر داری یه دونه سونم منم خودم میخوام ببرم تهران. این روزا رفت آمد خیلی برای من سخت شده مامان جان. راستی فردا میری عکاسی؟ والا چقدر تلخه. تو راه که میمادم با دو سه نفر صحبت کردم، قرار شدش فردا بیان اونجا رو ببینن، حال ببینیم چه اتفاقی میفته. امید خدا. یادش بخیر این عکس رو. چیکار می‌کنی؟ هیچی بابا. این چیه؟ هیچی بابا. چی شد؟ بچه‌ها فشار نده. دست برده. حالا بد شده. فاطمه. چیه؟ خوب میشه بابا. چی کار میکنی؟ خیلی وقت دارم روش کار میکنم. پشو ببینم ات. کمکم کن. یارتو بگی. خب من فکر کنم اگه اینجاشو بگیرم
سرشونشو اندازت بشه. مادر من زوده واسه این کارا. نشون کرده این شما نامزدی یاد رفته؟ خودت داری میگی نشون کرده نامزد، یعنی چی؟ یعنی یه وقت واسه شناختن هم دیگه. بابات همیه درسی؟ آیدا هر کاری میکنی فقط نظرم بیاد. اون خوبی؟ آرش پسر خوبیه، کارش هم خوبه، تو هم خیلی دوست داره. من اینا رو میدونم. بعد چی نرفا میزنی؟ آیدا پیدا کردن آدم که یه عمر بهش اعتماد بکنی کار خیلی سختی. من عاشق بابات بودم. ببین چی شد. مامان راستش حال لباسا رو تو نزدم. صبح بخیر. صبح بخیر زم. قرب میکرم. بیرشین صبح نبخورم. نه فده چم. سویش کجاست ماما؟ با شکم خالی پای بری باز. عجله دارم. همجوز. ملی میخواستی چیزی بگی؟ بگو از چی؟ یه مشکل دیگه هم که وجود داره زمانی که حالا بیشتر مردم به نظر من به اون بلوغ نرسیدن که با هم نجستن توی زندگی. خدافز. یعنی طوری زندگی کنن که هر دو لذت ببرن. معمولا یه جور میشه یه قانون زیر. Thank you.
سلام. سلام. شما بچه دیشب نیومدی خونه ما؟ بعد خواستم با مامانت راحت باشی. یعنی ما میام خونه شما مزاحمیم دیگه. یعنی هتل و بچهای گروه خیلی بهتر از خونه ما بود. دیوونه این حرفا چیه؟ بگو ببینم چه خبر. آرش همش زنگ میزنه. منم جوابشو نمیدم. نمیدونم الهام تو جای من بودی چیکار میکردی. تو اول به من بگو شب رفتی پایین چی شد؟ چشم منم بهت میگم. بارش به هم زدم. چی؟ حلقشم بهش پس دادم. به همین راحتی؟ آیدا میفهمی چی داری میگی؟ مگه بچه بازیه؟ دختر پس خانواده هاتون چی؟ آرش نمیخواست. من خواستم. دیگم بر نمیگردم. دیشب میخواستم مامانم بگم که اصلا اوضاع روحیش خوب نبود. مام بابا یارشم که از خداشونه. آخه ببین چی میگن الهام. میگن دختر تو اشتباه نباید کار کنه. ببین آیدا برو برش توضیح بده. با صحبت کردن میتونین همه چی رو حل کنین. اگرم واقعا میخواین رابطتون قطع شه که ببینم نکنه به خاطر ماهان دارین کارا رو میکنی. نه بابا، مشکل من شناختیه که توی این مدت از آرش پیدا کردم. تازه فهمیدم همیشه با آرش مشکل داشتم. آرش یه جورای تکیه‌گاه من بود. شاید اگه بابام بود بهتر تصمیم می‌گرفتم. می‌تونستم بهتر انتخاب کنم. ببین آیدا جان، دوست من، اگه به همه این چیزایی که الان داری میگی اعتقاد داری، اگه آرش جلوی موفقیتاتو میگیره، جلوی فرصتهای زندگیتو داره میگیره، یا چه میدونم، اگه تو این دوره شناخت فهمیدین که به درد هم نمیخورین، آیدا تو باید بری باهاش صحبت کنی، اینجوری خیلی بهتره. وای آیدا نگاه کن، جمعیت دارن میان تو. آدم استرس میگیره. بی مامانم اینا، مامانم و دایی موجا. آره دیدمش. چه خوشحال شدم اومد مامان. آیدا. ها. ماهان. ماهان اومده. اونها. اونم اومده. ببینم تو چه لباس تنت نکردی. خیلی خوب حالا میرم. بودو لباس تنت پوشه بینم بودو. عزیزم آیدا، آیدا بیا ببینیم تولدت مبارک. مامان قربونت برم عزیزم. خیلی ممنونم الهام جان. ممنونم خانم اروان. بله. از طرف آقا آرش. آیدا جان تولد مبارک. خیلی ممنونم. سلام. خوب هستین شما؟ خوبی؟ تبریک میگم. خیلی ممنونم. تبریک میگم خدمتتون. اجرای بسیار لذت بخش بود. خواهش میکنم. آقای مدنی، باعث افتخاره که شما اینجا هستین. ما امشب با گروه میریم یه رستورانی که موسیقی زنده داره. خوشحال میشیم افتخار بدین تشریف بیارین. خیلی خوبه که اینطوری. آیدا جان، آره من این کار حالا خوب نیست. میگم به من برسونم. واقعا به زنده سرمه ما که قربت دارم. خیلی 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 اصخایی که خیلی سلام برسو. الو. سلام. تولدتو به تبریک میگم. ممنونم، مرسی. اون گل من بهت رسید؟ آره رسید. کی برمیگردی؟ شب تولدته. چرا انقدر به من سرد؟ نکنه بهت قرار دادن تو تست رد شدی، داری سر من خالی میکنی؟ به این من اجرام تازه تمام شده. خیلی خستم. بعدا صحبت میکنم. خداحافظ. خداحافظ. ایلا گرسی بنا گرسی ایلا گرسی بنا گرسی آران از دست مجرد خسته نباشی. تبریک میگم، اجرای بسیار عالی بود. عزیزان تو جمع چهره معروفی رو میبینم از دوستان خوب منم، آقای ماهان از خواننده خوب کشورم که خواهش میکنم بیانوزه.
خیلی خوشحالم بینتونم. من صحبت رو کوتاه میکنم، میدونم همه با جمع خانواده‌هاتون هستید و دارید لذت میبرید از شامتون. من آهنگ مهتاب قصه رو که میدونم همتون دوست دارید رو اینجا با آقای رج با هم میخونیم و این آهنگ رو تقدیم میکنم به همبازی دوران بچگیم که تو جمع شماست و امشب هم تولدشه. از آقای مدنی هم خواهش میکنم اگه میشه آیدا جون رو برسونی خونه، مسیرتون هم یکیه. من دیگه با بچه ها میرم هاته. میومدی خواه؟ نه دیگه برونه خیلی خوش شدم. خدا نگه داریم. خدا خدا خوش خدا. میدونستید امروز تولد منم هستش؟ الک دروغ میگی؟ یعنی تولد تو با من تو یه روزه؟ خب پس چرا نگفتی؟ میخواستم امروز فقط روز شما باشه. میگن خدا علکی آدم رو کنار هم دیگه نمیذاره، هم میره اگه نه. سلام. تمام نشد هنوز؟ یه خورده اینجا مونده. گرد خواهی زیاد راحت باشه. من قشنگ یه آدمه. من اینجا نشسته بودم. با بزرگم هم اینجا نشسته بود. تو هم اینجا وایساده بودی. یادته من اومدم تو اینجا ظرف غذا افتاد برنجا ریخ خیلی زود گذشت. یه لحظه چشماتو ببند. دستاتو برو جلو و چشماتو باز نکن. همون امانتیه که روز تشییع جنازه خدا بیامرز پدر بزرگت. نمیدونم اینم هدیه تر دارم به تو. امضا میدین؟ خیلی به تبریک میگم. فقط ببخشید که این ساعت صبح زنگ میزنم، ولی خب خواستم بگم که خودم رو به اجرای امشبت رسوندم. بیا کافه. میبینمت. خدافظ. ببخشید خیابونش شلوغه دیگه چیکار کنم؟ دبی جات خیلی خالی بود. البته کاری بود. دو تا قرارداد خوبم بستم. و
بعد با هم حرف بزنیم. باشه. حرف هم میزنیم. عزیزم. خواهش میکنم این کار نکن. دیگه میخوام بگم با کارت موافقم که با هم ازدواج کنی. من نمیتونم. نمیتونم باز ازدواج کنم. پس چرا خواستی با هم صحبت کنم؟ چون که چی؟ چه شده آیدا؟ مشکل چی؟ من که با قضیه بازیگری تو که مشکلی ندارم. ادامه بده. حمایتت میکنم. آرش تو مرد من نیستی. عاشقت نیستم. نمیفهم. ما واسه هم ساخته نشدیم. آخه همه چیمون به هم میخوره. خواهش میکنم این کارو نکن. مگه من چیکار کردم؟ پشتبانت نبودم که بودم. حمایتت نکردم که کردم. نکن. ازت خواهش میکنم. آره شده تا حالا وقتی منو میبینی قلب تون تون بزنه. شده یه جایی بری اونجا دوست داشته باشی فقط به خاطر اینکه من اونجا بودم. تا حالا شده یه لحظه کوچیک تو زندگیت واسه با ارزش ترین باشه فقط به خاطر من. ماهان ترمیم دریچه قلبت مشکل تو رو کامل حل نمیکنه. 6 سال پیشم تیم پزشکی اینو بهت گفته بود. مشکل اصلی تو ضعف ماهیچه‌های قلبته. دیگه به خودت برمیگرده چقدر به خودت آرامش بدی. بارها بهت گفتم باید از استرس و مراسم و جشن‌ها دوری کنی. نتیجه آزمایشات نشون میده زیاد مواظب خودت نبودی. وضع تو یه هفته بدتر شده. از بستری شدنم که فراری. بار بود حالم چقدر بده. رو راست وقتی چراغ بنزین ماشین روشن میشه 30-40 کیلومتر بیشتر نمیتونه راه بره. بالاخره خاموش میشه. تو هم همینطوری. من اصلا صلاح نمیدونم الان صبر کنم. اگه به من بود همین الان بسترت میکردم. بار بود چند ساعت میتونم وقت بدی؟ شوخی نکن. حداقل خودتو جدی بگیر. کجا میری؟ چیزی شده؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ در میام تهران. یه پیشنهاد کار خیلی خوب دارم. خب حتما برای یکی دو روز اجرا میری فرهنگ سرا دیگه. نه نه مادر گلم، شرکت دوستم اسپانسرم شده برای خوانندگی. مگه شما مشکلی دارین؟ نه چه مشکلی؟ خب خدا رو شکر من هیچ وقت مانع کارات نشدم. الانم نمیشم. ولی ماهان جان تو حالت خوب نیست. خودت که خوب میدونی. مادرم به همین صحیح و سالم جلوت وایسادم. چیزی من نیست. نه شما خودت خسته نکن. ایشون تصمیمشو گرفته. چمدونشو که بسته حتما رفیقاشم بیرون در منتظرن. بابا تو ظاهرا متوجه حال روز وخیمت نیستی. من به اندازه کافی تو بیمارستان بودم. این زندگی خودمه. اگرم خطری داره متوجه خودمه. متوجه شما که نیست آخه. تو زندگی داری ما نداریم. به مامانت نگاه کن. ماهان قرصاشو خورده؟ از مدرسه زنگ نزدن؟ بیهوش نشده؟ قلبش نگرفته؟ یه لحظه خواهش میکنم. تا حالا به این فکر کردی با این ناراحتی قلبی که داری از این در بری بیرون ممکنه هر لحظه برات اتفاقی بیفته؟ یه لحظه اجازه بده مادر من.
بابا یعنی مقصر منم؟ خودم خواستم که ناراحتی قلبی داشته باشم؟ مادر من، گل من، عزیز من، مگه این ناراحتی قلبی که تو وجود منه خودم خواستم که اینجوری شه؟ تو محدودیت داری؟ باید مراعات کنی. پدر من محدودیت‌ها چیان؟ زندگی من شده فقط بیمارستان، عکاسی. آقا من این زندگی نمیخوام، نمیخوام. چرا درکم نمی‌کنی؟ چرا نمی‌ذاری به زندگی خودم برسم؟ چی می‌خوام؟ بری خواننده بشی؟ بری روی صحنه جلوی مردم بیفتی؟ گفتم خواهش می‌کنم یه لحظه ساکت باش. از وقتی بچه بودی یه زندگی راحت برات خواستم. خواستم یه شغلی داشته باشی که بتونی رو پای خودت وایسی، شرافتمندانه. پدر من، عزیز من، تو تو سر منم بزنی که من چیزی نمیگم. ولی زندگی خودمه، خودم میخوام تصمیم بگیرم. به حال شرمندتم، ببخشید. من میرم. ماهان. از این در بری بیرون دیگه برای من وجود نداری. مادرم خداحافظ. آیدا این عکس روی جلدت خیلی خوب شده، مگه نه؟ چطور تو؟ الان آرش خیلی حالش بد بود، خیلی. تو کار درست انجام دادی، مطمئن باش. بله. Yes, speaking. Oh my god. That's great. Thanks. Yes, sure. Thank you very much. Thank you. Bye. Bye. Kibo. الان قبول شدم. قبول شدم. چی میگو؟ میگی به خاطر فقط به خاطر مجله بوده. دیگه بهت گفتم یه ساعت الان تو خیلی خیلی. باید بهش بگی. دوست دارم بهش بگم ولی اصلا نمیتونم. اصلا ممکنه زندم بیرون نیام. مزخرف نگو دیگه، حرف دلتو بزن. دختره رو دوستش داری؟ البته که بله. من همش احساس میکنم داره به محبت میکنه. بعد من که نمیتونم ازدواج کنم. ببین من الان قطع میکنم تلفونو، تو یه زنگ به آیدا بزن. خود حقیقتو بهش بگو. منم میام. باشه. وقتی آدم پایان زندگیشو میبینه، خب خیلی متفاوت فکر میکنه. منو ببخش بسرم. میدونم که حس خوبی نداری. دلیلم که پیش من نیومدی اینه که خیلی شبیه خود منی. منم ناراحتی قلبی داشتم، برای همین دست در عصبانی نشدم. ولی خیلی خیلی دلم برات تنگ شده. گفتم خط قرمزایی داری، محدودیت هایی داری که نباید پا تو از اون فراتر بذاری. ولی من متوجه منظورت شدم. نکته اول خط قرمزا نیستن، نکته فاصله بین اون خط قرمزاست که باید پرش کرد، چه با اشیا چه با آدم هایی که به زندگی آدم معنا میدن. اونا رو فراموش نکن، ازشون غافل نشو.
الان هنوز دوستش دارم. مهانت حالش خوب نیست. چی؟ داره میبرمش بیمارستان. کدوم بیمارستان؟ نباس. باشه. بد شده بردنش بیمارستان. خواهش میکنم زود خودتو بری. یه روز از پیش تو میرم که هوا بارونیه، یه روز از پیش تو میرم که اشکام پنهونیه، لحظه ی تلخ جدایی سر رو زانوم میذارم، میگم آسمون بدونه که چقدر دوست دارم. من و تو عاشق
ابرای بهاری مگه نه واسه دیدار دوباره بیقراری مگه نه پشت آسمون آبی با تو وعده میکنم که همه دلخوشی دنیا رو داری مگه نه یه روز از پیش تو میرم که هوا بارونیه یه روز از پیش تو میرم که اشکا من قبلا ماهانو تو لیست قلب ثبت نام کردم پنهونیه اگه نتونیم براش یه قلب پیدا کنیم لحظه تلخ جدا سر روزانو ما نتایجی از کنه مقبول بررسی کردیم متاسفانه تلاش ما جواب نداد یعنی اینکه مرگ مغزی رو خود تو عاشق ابرای بهاری مگه نه واسه دیدار دوباره بیقراری مگه نه پشت آسمون آبی با تو وعده میکنم که همه خبری خوبی براتون دارم دنیا رو داری یه قلب همساز پیدا کردم واقعا؟ بله من میرم آقا تو بمونو زندگی کن